اختلاف اشرف غنی و عبدالله عبدالله. آمریکا 1 میلیارد دلار از کمک‌هایش به افغانستان را قطع کرد. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه شدید لحن ضمن انتقاد از ادامه اختلاف‌ها میان محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله در مورد نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، این اختلاف‌ها را تهدید علیه امنیت ملی آمریکا توصیف کرده است. این وزارت اعلام کرد که 1 میلیارد دلار از کمک‌های خود به افغانستان را قطع می‌کند. واشنگتن بازنگری در مورد قطع کمک 1 میلیارد دلاری خود به افغانستان را و تشکیل 1 دولت فراگیر و مشارکت در روند صلح مشروط کرده است. این وزارت گفته است که اگر رهبران افغانستان تصمیم بگیرند که 1 دولت فراگیر تشکیل دهند که بتواند امنیت را تامین کند و در روند صلح مشارکت داشته باشد، ایالات متحده آمریکا آمادگی دارد تا از این تلاش ها پشتیبانی کند و بازنگری هایی را در مورد تصمیم کاهش کمک هایش به افغانستان انجام دهد. این بیانیه شدیداللحن به نقل از مایک پامپو، وزیر خارجه آمریکا، بعد از سفر او به کابل و دیدار با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور و عبدالله عبدالله که به عنوان رئیس جمهور دولت همشمول سوگند یاد کرده است، صادر شده است. وزیر خارجه آمریکا اختلاف میان محمد اشرف غنی و عبدالله را تهدید علیه امنیت ملی آمریکا توصیف کرده و آن را بی احترامی به افغانها، آمریکاییها و تمامی شرکای ائتلاف جنگ افغانستان عنوان کرده است که در جریان سالهای گذشته در کنار هم برای برقراری صلح در این کشور همکاری کرده است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که واشنگتن از اینکه محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله با مایک پامپو اطلاع دادند که حاضر به تشکیل 1 دولت فراگیر که بتواند چالش‌های حکومتداری را حل، صلح و امنیت را تامین کند، نمی‌باشند، ناامید شده است. در این بیانیه گفته شده است که شکست محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای تشکیل دولت فراگیر روابط آمریکا و افغانستان را آسیب می‌رساند. در بیانیه مایک پامپو آمده است از آنجایی که ناکامی در رهبری حکومت تهدیدی مستقیم برای منافع ملی آمریکا خود با دولت افغانستان را به طور فوری مورد بازبینی قرار خواهد داد. دولت ایالات متحده محدوده همکاری در کنار اقدامات دیگر اعلام می‌کند که از میزان کمک خود 1 میلیارد دلار را کاهش می‌دهد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفته است که این کشور آماده است تا برای سال 2021 1 میلیارد دلار دیگر از کمک خود را به افغانستان کاهش دهد و در تقاضای خود برای جلب کمک‌های مالی از سوی سایر کمک کنندگان به افغانستان که در کنفرانس‌های مربوط آینده تجدید نظر کند. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده است که همچنان اصرار دارد تنها راه حل اختلاف موجود میان دو رهبر رسیدن به 1 توافق سیاسی است. در بیانیه آمده است: ما متوجهیم که رهبران افغانستان همسو با تعهدات خود در قبال توافق 2 جانبه همکاری میان آمریکا و افغانستان عمل نمی کنند و از تشکیل 1 تیم همه جانبه برای گفتگوهای بین الافغانی باز ماندند و یا اینکه از تحصیل زمینه برایند. اقداماتی که قرار است برسیدن به 1 توافق سیاسی و فراهم کردن آتش بس آزادی زندانیان دو طرف کمک کند. مایک پامپو همچنین گفته است که آمریکا همچنین مشغول پیش بردن فرایند خارج کردن مشروط نیروهایش مطابق شرایط و مفاد توافقی است که میان آمریکا و طالبان امضا شده است. وزیر خارجه آمریکا گفته است که او بر رهبری افغانستان با صراحت خاطر نشان کرده است که واشنگتن از عملیات نظامی که دارای انگیزه سیاسی باشند حمایت نمی‌کند و از رهبران سیاسی که دستور چنین عملیاتی را می‌دهند یا کسانی که از دولت موازی حمایت می‌کنند پشتیبانی نخواهد کرد. این تحول در روابط آمریکا و افغانستان در حالی رونما شده است که مایک پامپو روز گذشته در 1 سفر غیرمنتظره به کابل آمد و با محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله و صورت جداگانه دیدار کرد. منابع معتبر و روزنامه 8 صبح گفته بودند که قرار است دیدارهای مشترک هم با حضور وزیر خارجه آمریکا میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله برگزار شود. ظاهرا این نشست‌ها بی‌نتیجه بوده است. مایک پامپو بعد از این سفر به دوحه رفته است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان اعلام کرده است که او با ملا برادر معاون سیاسی این گروه دیدار کرده است.